منو بند کن به خودت به نگات، منو بند کن تا دلم گرم شه، دلی که پره از نبودت هنوز، یه جوری باید با خودم نرم شه. تو دستاتو وا کن که من بپرم، باید هر چی دیدم ازش بگذرم، همه بودن من به این رفتنه، ازم رو نگردون دلم روشنه، ازم رو نگردون دلم روشنه. کلیدی ندارم به جز اسم تو، منی که اسیر یه گندم شدم، بیا با منو باز از نو بساز، ببین تو همین آینه ها گم شدم. کلیدی ندارم به جز اسم تو، برای این که از رو زمین کندشم، منو بند مهربونیت کن که از بندگی تو آکندشم، که از بندگی تو آکندشم. سلام. زندگی ما بر اساس نوع نگاه ما به هستی معنی و جهت میگیره. اختلاف این نگاه و به تبع اون سبک زندگی ما، اختلاف بین زمین تا آسمونه. جالب اینجاست که این حد از اختلاف میتونه در یک نفر هم جمع بشه. امروز اومدیم تا تأثیر نوع نگاه به زندگی رو در یک فرد ببینیم. با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. پروانه داوودی هستم، 38 ساله، متولد تهران، متأهل و دارای دو فرزند دختر. تغییرات و تحولات من خیلی برمیگرده به نوع اون اختلاف فرهنگ قومیتی که پدر و مادر من داشتن. پدر و مادرم دارای دو فرهنگ و دو قومیت مختلف بودن. پدرم اصالتاً کرد هستن و مادرم ترک هستن، ترک زبان هستن. لذا مادر بنده یه مذهب سنتی داشتن که خب یه جاهایی ما رو سمت بحث مسائل مذهبیشون سوق میدادن، ولی هیچ چرایی توش نبود. این چرایی که عرض میکنم خدمتتون بیشتر رو حساب این که حرف مردم چی هست، هم مخاطب چی میگه، خیلی توجه به نظر مخاطبشون داشتن. از سمت پدری کورت ها معمولا یه زندگی شاد و کلن شاد زیستن. تفاوت گرایش مذهبی بله. هم بود؟ از نظر مذهبی که خانواده پدری بنده، چون پدر بزرگ من اهل تسنن بودن و بعد که با مادر بزرگم ازدواج میکنن، مادر بزرگم شیعه بودن، لذا پدر بزرگ من هم شیعه شدن و ما یه بخشی از خانواده پدریمون شیعه بودن، ولی یه بخش بزرگ، یه بخشیشون هم اهل تسنن بودن. کدوم یکی بیشتر بود؟ غلبه با کدوم بود؟ خب تفکر اهل تسنن زیادتر بودش و اینکه ما توی خانواده که دور همی معمولا خانواده داشتن، بدون استثنا محفل شادی و سری برقرار میکردن. این فکر میکنم خیلی به مذهب ارتباط چندانی نداره، چون کلن روحیات کردهای عزیز بله. به این سمت، به سمت شادی و پایکوبی و بله دقیقا همینطور بود. ما از نظر اعتقادی خب خیلی اصلا تو خانواده بحث اعتقادی اصلا ظهور و بروزی نداشت که بحث نماز و روزه و احکام شرعی، ولی تو بحث رفتاری خب روابط آزاد بین زن و مرد کاملا آزاد بود. هیچ محفلی تو خانواده‌مون شکل نمی‌گرفت از طرف خانواده پدری، مگر اینکه به این شادی‌ها پرداخته می‌شد. یعنی اگر این نبود خیلی مهمونی خوبی نبود براشون. لذا خب ما هم من هم تو اون سن نوجوانی گرایش پیدا کردم به سمت خانواده پدری. از قدیم یه سری احکام شرعی و مادرم رعایت می‌کردن، اون احکام شرعی هم خودشون خیلی جست و گریخته بعضی اوقات انجام می‌دادن. مادرم خیلی ما رو دعوت می‌کردن به سمت اینکه حالا پوششت یه پوششی باشه که عرف بپسنده. اولین حقی که یه زن می‌تونه به خودش داشته باشه اون پوششه، سبکشه و من دوست داشتم
آزاد باشم، رو سر مثلا حجاب نداشته باشم. گفتم که خب کی داره این حجابو محدود میکنه؟ نظام جمهوری اسلامی اینجا داره منو محدود میکنه. حالا خب این نظام بر اساس یک نگاهی ایدئولوژیه و اون ایدئولوژی اسلامه و این اسلام داره منو محدود میکنه، نمیذاره من به خواستهای خودم برسم. اصلا پوشش دیگه چیزی نیست که بخواد اسلام به من نظر بده، یه چیز شخصی مال منه و من دوست دارم آزاد باشم. لذا در راستای همین بله دقیقاً بله میگفتم اصلا خوشم نمیاد، چون مثلا از کشور خوشم نمیاد. اون آزادیی که تو ماهواره من میدیدم یه آزادی دلچسبی بود، من دوست داشتم شبیه اونا بشم، راحت باشیم، یعنی پوشش نداشته باشیم. یعنی تمام فکر ما تو اون زمان، انقدر من با این بحث پوشش مشکل داشتم که تمام ذهنیت من این بود که چجوری میشه من اینو نداشته باشم. وقتی خانواده پدری میمدن و این شادیا رو داشتم، من زندگی یعنی همین، یعنی شاد باشی، تو لحظه زندگی کنی، هیچ غمی نداشته باشی، چی مثلا بخوای خودتو محدود کنی؟ اصلا کل زندگی محدود به اون تعریفی که من از زندگی داشتم، اون شادی که بودش، اون روابط آزاد بودش. خیلی دعا میکردیم که نظام عوض بشه، ما اصلا این کشور رو نمیخوایم، چرا اصلا ما تو این کشور متولد شدیم؟ کاری که نمیکردیم، فقط آرزوشو داشتیم و براشم حالا اون موقع خیلی فراگیر نبود که بخواد اقدامی بشه. در اصل اگه اون زمانم مثل الان بود، ما دقیقا تو صف اون اقدام کننده ها بودیم که بخوایم اصلا حجاب اجباری رو برداریم. یعنی کاملا من خودم درک میکنم که این خانومایی که الان میگن حجاب اجباری، با تمام وجود میفهمم، یه نگاه، یه تعریف مادی از خودشون دارن و دوست دارن که به اون خواسته های مادی برسن، یعنی هیچ تفکری توش نیستش. یه دلیلی هم که من خیلی سمت آزادی های این چنینی میرفتم این که احساس میکردم آدم ها بیشتر میان با تو رفاقت میکنن، دوست میشن. الان که فکر میکنم اینم هیچی تفکری نداشتم، نه مطالعه ای و نه اینکه بخوام مثلا، خیلی خدا هم محدود به اون خواسته های دنیاییمون بود، یه زندگی که محدود بشه به خوشی هایی که توی زندگی هستش، اون خوشی های موقتی که خب شادی های موقتی که تو اطرافم شکل میگرفت. چون رشته تحصیلاتیم بود برنامه نویسی کامپیوتر، خیلی زود وارد بازار کار شدم. بعد توی سن پایین شدم خانم معلم، به خاطر اینکه من یه مقدار پذیرش اینکه اون ابهت معلمی خودم رو به مخاطبم بقبولونم، سعی میکردم با نوع پوششم این رو متوجه کنم، مثلا یه مقدار سنمو ببرم بالاتر. حالا با آرایش ها، با پوشش هایی که داشتم، 20 سال زندگی من یک مقدار زیادیش دستخوش تربیتی خانواده بود، یه بخش زیادیش متأثر از قومیت پدرم بود، یه بخشیش هم متأثر از دوست بود. خلأ احساس نمی کردین شما؟ چرا؟ این خلأ زمانی خیلی شکل می گرفت که به ایام محرم سفر می رسید. چطور؟ این دوران محرم سفر اجازه می داد ما فطرتمون نفس بکشه و یه بیداری درون من اتفاق می افتاد. می دونستم که راه هم غلطه، اصلا به اینجا می رسیدم، خب خدایا ما الان برای چی آفریده شدیم؟ محرم سفر که تموم می شد، دوباره من تمام اون فکر را یادم می رفت. برای یه خانوم به نظر من بدوی ترین تفکر نسبت به پوششه، یعنی اون پوشش خیلی براش مهمه که خودش انتخاب کرده باشه و تغییر توی اون پوشش براش یه اتفاق، یه انقلاب بزرگه. یعنی برای من اول پوششم تغییر پیدا کرد و بعد تفکراتم کم کم تغییر پیدا کرد، حتی نمازم، روزم و بقیه احکام. دورانی که مشغول به کار بودم،
یک دوستی داشتیم اونجا با بنده همکار بودن، در کنار اینکه شریعت رو خیلی رعایت می‌کردن، رفتار و گفتار ایشون کاملا اخلاق مدارانه بود. یعنی دقیقا ایشون اسلام رو عملیاتی تو زندگیشون اجرا می‌کردن. من خیلی شیفته آرامش ایشون شدم و اینکه چون یه روحیه لجاجتی هم داشتم، یعنی هر کی که من رو به سمت دین میخواست با زبان جذب کنه، من بدتر میشه گفت بدتر جبهه میگرفتم. ولی ایشون هیچ وقت به من نگفت حجابتو کامل کن یا چه خوبه که شما مثلا با پوشش بهتری بیای سر کار، هیچ وقت نگفت. در کنار اینکه زبانن هیچی میشه گفت تذکری نمیداد، خیلی هم صمیمی با من رفتار میکرد، خیلی مهربون بود. اون ایام ماه مبارک رجب بود که ایشون گفت بیایی بریم با هم اعتکاف ثبت نام کنیم. تنها چیزی که از ایشون پرسیدم، گفتم چجوریه؟ ایشون گفتن که 3 روز میریم خونه خدا تو مسجد اقامت میکنیم، مثلا اقامت داریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، بعدم خب خدا مثلا استجابت دعا تو اون روزا خیلی زیاد داره. من بیشترین دلیلی که باعث شد که بخوام حضور پیدا کنم در اعتکاف، این 3 روز تنها بودن است. یعنی 3 روز به نظرم وسیله‌ای برای خوشگذرانی به وجود میاد. یه فرصتی بود که از خانه دور باشم، خودم باشم. حالا برنامه ریزیایی هم که داشتم عمدتاً برنامه هایی بود که چطور خوش بگذرونیم. خب نگفتین مثلا تو مسجد حالا چه خوش گذر بینید؟ نه خب اصلا خیلی شناختی نسبت به مسجدم حتی نداشتیم. یعنی میشه گفت مادرم رو احترام قداستی که به مسجد داشتم، ما تو کودکی مونم خیلی مسجد نمی بردن. مثلا شلوغ نخواهیم کنیم که احترام مسجد زیر سوال بره. همین که وارد فضای مسجد شدم، اصلا نیت آمدنم تغییر کرد. اون فضای معنوی مسجد برای من غالب شد و دیگه اصلا از فضای دوست بازی اومدم کنار. فقط اون موقع من از خدا عشق میریختم و میگفتم که خدایا این مسیری که من تو این چند ساله دارم سپری میکنم، این مسیر میدونم مسیر درستی نیست، خودت مسیر درست رو برای من ایجاد کن و برای من فراهم کن. این فطرت من بیدار شد تو فضای مسجد. یعنی پروانه‌ای که قبل ورود به مسجد بود با پروانه‌ای که وارد مسجد شد خیلی تغییر کردش و اوج اون تغییر زمانی اتفاق افتاد که شرایط توی مسجد طوری رفت جلو که من یک دلشکستگی زیادی برام به وجود اومد. از چی؟ این که شما مگه از زندگی قبلیتون راضی نبودین؟ خب راضی از این نظر که توی لحظه کاملا کاذب، تو لحظه این رضایت بود، ولی وقتی تو خلوت اتفاق، تو خلوت خودم میشستم، میدیدم که من اصلا بنده خوبی نبودم. وقتی اون 3 روز تموم شد، اعمال عمره داوود تموم شد و من از مسجد بیرون آمدم، دیگه اصلا انگار هم گذشتم رو تو مسجد گذاشتم، با یک تولد جدیدی پامو از مسجد بیرون گذاشتم و اونجا آغاز زندگی معنوی من بود. و وقتی که فرداش که میخواستم برم سر کار، دیگه این چادر رو سر کردم. چادر به یک باره؟ به یک باره، بدون هیچ گونه میشه گفت اتفاق خاصی بیفته تو اون اعتکاف برای من، یه خوابی ببینم، نمیدونم، اصلا انگار هدایت شروعش برای من با چادر بود. اصلا برای خود من اصلا هضم نبود، که قابل هضم نبود که من چطور این چادر رو انتخاب کردم و چی شد. با وجود بازخوردهای بدی که از دوستان میگرفتم، از نزدیکانم میگرفتم، مسخره میکردن. یادم میاد عروسی مراسم نامزدی برادرم، حتی میخواستم با چادر من عکس بندازم،
خانواده خودم هم میگفتن شما تو قاب عکس نیا، عکسمون زشت میشه. من میخوام مثلا ما میخوام یه عکس خوشگلی داشته باشه، یعنی این پوششو جزء اون زشتی عکس میدونستن. خب ما بازخورد اطرافیان رو شما فرمودین، اما جواب شما به اونا چی بود؟ جوابی داشتین؟ جوابی یا... نداشتم، اصلا جوابی نداشتم جز این که خودم هم برام سوال بود چی شد این یک دفعه تغییر کرد. برای خود من سوال بود. اتفاقهای بعدی که برای من تو زندگی افتاد که عرض میکنم خدمتون، اگر اونها نبودن قطعا با توجه به دوستهایی که اطراف داشتم، با توجه به بازخوردهایی که از حجابم داشتم، قطعا کنار گذاشته می شد این حجاب برای من. حالا قبل از اینکه به اونها برسیم یه سوال دیگه، شما سرخورده نمی شدین از رفتار اطرافیان؟ سرخورده نه نمی شدم. یا قلبتون مطمئن بود؟ چون همیشه عاشق تغییر این که بخوام مطرح بشم بودم، تازه این رو هم یه جور مطرحیت می دونستم برای خودم. اولین تغییر بعد از پوشش برای حقیر حفظ قرآن بود، آشنایی با قرآن بود. تا قبل از این ارتباطی داشتین؟ با قرآن اصلا هیچ اصلا قرآن فکر میکنم یک بارم قبلش من تو زن بجز سالهای تحصیلیمون که تو مدرسه مجبور بودیم تو کتابای درسی بخونیم، سن 20 سالگی عزیزی به ما گفتن که اگر حافظ قرآن بشی لیسانس دریافت میکنیم. من هم به هوای مدرک دانشگاهیش وارد حفظ قرآن شدم. اون روزهای ابتدایی ورودم به کلاس قرآن هر روزی نمیگذشت که من به خودم نهیب میزدم تو رو چه به کار قرآنی، تو رو چه به حفظ قرآنی. این اتفاق باعث شد که من دوستهای جدیدتری پیدا کنم. یه دوستی داشتم که ایشون گفتن که یه آقایی که خیلی مثلا میشه گفت ایشون خیلی خوب صحبت میکنه، الان توی دانشگاه آزاد اسلامشهر کلاس داره. چون ما هم ساکن اسلامشهر بودیم گفتن کلاس دشمن شناسی داره و بیای بریم سر اون کلاس ببینیم که ایشون چی میگه، اصلا موضوع دشمن شناسی ایشون میشناختن شما نمیشناختن؟ بله، استاد فرمایشاتش طوری شد که کم کم تمام سوال‌هایی که توی ذهن من ایجاد شده بود توی این دو سال بعد از تحول کم کم به جواب رسید. اینجا بود که برای من واقعا کلام استاد یک شراب بود، من رو واقعا به اوج مستی و خوشحالی می‌رسوند. و این تغییرات من اول اون تغییر ظاهری بود، بعد قرآن بود و بعد توسط کلام استاد اهل بیت بود که میشه گفت خداوند روزی من کردن. کم کم من با امام زمان آشنا شدم و کم کم این خانواده جدید رو با من آشنا کردن استاد. شما یه جا تو صحبتتون فرمودین که نسبت به هر کسی که میخواست در واقع از دین صحبت بکنه، از مفاهیم اسلامی بخواد به شما منتقل بکنه، لجاجت داشتین، گارد داشتین. بله. این نگاه در شما وجود داشت، درسته؟ بله. بعدن با این آموزه‌ها چطور مواجه شدین؟ آیا باز هم سوالاتتون یعنی برقرار بود؟ یعنی میخوام بگم اون لجاجت، اون گارده چجوری اینجا دیگه نبود؟ عرضم موضوع شما، استاد محمد شجاعی برای من اون گارد رو کاملا آب کرد. چطور؟ یعنی... چجوری؟ چه اتفاقی افتاد؟ کلامشون شما در دوره نوجوانی خودتون تذکراتی رو دریافت میکردید به خاطر نوع حالا سبک زندگیتون، شما چه شیوهی رو اتخاذ کردید که اون حسی که در نوجوانی برای شما به وجود میومد الان برای نوجوان امروز به وجود نیاد؟ آیا همچین کاری کردین اصلا؟ سعی کردم که اون آموزه هایی که دریافت کردم رو یک عملیاتی کنم، درون خودم اجرا کنم و بعدش سعی کردم با اخلاقم و با رفتارم به مخاطبم این آموزه ها رو انتقال بدم. یه چیزی که توی گذشته برای من اتفاق می افتاد این که اسلام محدودیت میاره و سعی می کنه تو که آخرت تو نداری، آخرت همیشه پیش خودم می گفتم که آخرت تو کی دیده، اصلا آخرت اصلا وجود داره یا نداره،
دنیا هم که همش خدا میخواد محدود کنه آدمو، این که نمیدونم تو فقط نماز بخون، روزه بگیر، حجاب داشته باش، دنیا هم که میخواد انقدر آدم محدودیت کنه، اصلا هیچ شادی تو زندگی نیست. ولی بعد از آشناییت با میشه گفت کلام حقیقی کلام حقیقی آیات و روایات، یعنی وقتی وارد بطن این آیات و روایات شدم، به یه آرامشی رسیدم که حتی قبلم این آرامش رو من نداشتم. یعنی شادی و آرامش رو در اصل دریافت کردم که اصلش توی رسیدن به قرب خداست و اون قرب الهیه که انسان رو به اون اندازه‌ای که انسان به قرب میرسه، به این شادی و آرامش هم میرسه. وقتی این شادی و آرامش درون انسان تجلی پیدا میکنه، به مخاطبش هم انتقال میده. یعنی چه بخواد چه نخواد منتقل میشه. میخوام اینو بگم که شما لمس کردید کاربرد دین رو در زندگیتون. بله. لمس کردید و چشیدید. بله. و به خاطر همینه که دوست دارید دین رو، زندگی دین مدارانه رو. بله بله. اون تدافعی که نسبت به شما وجود داشت اون اوایل برطرف شد یا بله. همچنان؟ بله بله، کم کم خانواده هم پذیرفتن این تغییر رو و خب مادر بنده، خواهر بنده، کم کم به همین سبک اومدیم، طوری که کلام استاد کم کم تو بین همه اعضای خانواده شکل گرفت، رسوخ پیدا کرد. داخل این کشوها یک سری کلید واژه های قرار داده شده. شما به انتخاب خودتون یکی از اینا رو بردارین و حسی که از اون کلید واژه دریافت میکنید رو برای ما بفرمایید. آرامش، چیزی که من توی 20 سال اول زندگیم دنبالش بودم اما کاذبش رو دریافت کرده بودم. فکر میکردم واقعیه ولی کاذب بود. ولی بعد از آشنایی با قرآن و کلام استاد که میشه گفت یه سری مفاهیم رو به ما انتقال دادن و در میشه گفت رسیدن به خانواده آسمانی، باعث شد که من اون آرامشی که تو زندگیم همیشه دنبالش بودم در کنار قرآن و اهل بیت کسب کنم. یه سوال بفهم. اوایل صحبت که داشتیم در واقع درباره سبک زندگی قبلی صحبت می‌کردیم، چند بار از کلمه اجباری شما استفاده کردین. الان شما کلمه اجباری رو استفاده می‌کنین برای نوع پوشش خودتون؟ 100% نه. اصلا این اگر اجبارم باشه یه اجبار خوبه. یعنی یه قانون حجاب. الان به دوستانم هم میگم که حجاب دستور نظام و دستور یک کشور خاص نیست. ذالک ادنا ان یعرف، حجاب برای اینه که زن تازه دیده بشه. یعنی اگر من قبلا فکر میکردم حجاب مانع دیده شدنم میشه، الان فکر میکنم حجاب باعث دیدن تازه میشه. یعنی باعث میشه اون میشه گفت اون باطن تو دیده بشه، بخواد به حقایق ظاهر تو دیگه مطرح نمیشه، کسی از ظاهر تو حرف نمیزنه، اخلاقیات تو، رفتار تو و مجموعه از عملکردهای یک زن تازه با حجاب دیده میشه. اگر حجاب نباشه ظاهر دیده میشه. انسان اشرف مخلوقات شد به خاطر باطنش، به خاطر اون کمالات روحانی و معنویش. و تازه من احساس میکنم حجاب باعث میشه اینها دیده بشه. توی 20 سال ابتدای زندگیم پروانه‌ای بودم که دنبال مادیات بودم. تمام آمال‌ها و آرزوهای من رسیدن به خواسته‌های مادی دنیا بودش. ولی حالا دوست دارم پروانه‌ای باشم که با تمام وجود و داراییم به دور امام زمانش میگرده و به امام زمانم برسم. انسان برخلاف تمام موجودات دیگه این ویژگی رو داره که بتونه نگاهش رو به زندگی انتخاب بکنه.
خودش رو زمینی تعریف بکنه یا آسمونی. نگاهتون آسمونی باشه. خدا نگهدار.